درود بر شما، درود به همیهنان دلیر و شجاع من در داخل کشور و تمام همیهنانم که امروز با یک همبستگی و یک صدایی حامی همیهنان زجر کشیدمون در ایران هستند در سرتاسر جهان. چقدر خوشحالم که ببینمتون. در خدمت شما هستیم شاهزاده عزیزم. به من بفرم اجازه بدید که از خانه شروع کنیم. وقتی پرنسس ها دیدن در خانه شما، دختر خانم های شما، همسر نازنین شما، این صحنه ها رو در کوی برزن در ایران که اینها دارن پدرشون رو صدا میزنن یا پدر بزرگشون رو یا دارن از نیای اونها عذرخواهی میکنن، چه احساسی داشتن؟ چی گفتن؟ میدونی همش فکر میکنم که اگر لیلا و علیرضا هم این صحنه ها رو دیده بودن شاید قضیه کمی فرق میکرد. ببخشید، بفرمایید. دقیقاً. خب ببینید، ما همه ایرانی هستیم و هر موقع ایران در مصدر قضیه پیش میاد، خود به خود همگی مشتاقانه امید پیدا میکنیم. وقتی که نسل امروز که دیگه کلافه است و به اینجاش رسیده از لحاظ تمام گرفتاری که پیش اومده و صدای اعتراض و خشمشون رو بیان میکنن، ولی از همه مهمتر میگن ما هستیم، ما شدیم و امروز همه در جهت این هستن که یه حکومت اشغالگر رو پایین بکشن و وطن رو پس بگیرن از اینها. خب هر کدوم ما که کوچکترین ذره ای از ایران در خونمون جاری است، معلومه که تحت تاثیر قرار میگیریم، چه برسه به این که کسانی که یه خانواده ای رو معرف هستن که امروز همیهنانمون به نیکی ازش یاد میکنن. تعجب نباید کرد که این احساسات خب طبیعی است که در همسر من یا دخترانم یا مادرم یا هر کسی باشه هست، به عنوان این علاقه و اینکه تمام این هزینه هایی که پرداخته شده در تمام این مدت، همگی ما امروز این احساسات که ابراز میشه خب طبیعی است که تحت تاثیر قرار میگیرن. و من خاطرم میاد زمانی که چند یه دهه پیش وقتی جنبش سبز بود، به همون اندازه اشتیاق و شوق پیدا کردن که حامی و همصدا باشن با همیهنانمون. مسئله برای ما ایرانه که مهمه و همیشه هست و تا ابد خواهد بود. شازده رضا پهلوی، هیچ برنامه‌ای برای بازگشت ندارید یا اعلام بازگشتون؟ به هر حال شما الان در شرایطی قرار گرفتید که دائما باید به فکر برگشتن باشید، شما رو دارن صدا میزنن. ولی باز از زمان شما شنیدم که بسیار حرف اساسی و درسته که آینده ایران نباید روی یک فرد تکیه کنه، بلکه باید ما به یک سیستم اندیشه کنیم، چون واقعا داریم با گذشته خداحافظی میکنیم. یعنی نشون میده که جوان ها دیگه در شعارهایی که دارن میدن تو خیابون ها هیچ برچسبی وجود نداره، نه لنینیستن، نه مارکسیستن، نه استالینیستن، نه حضور تو که از کنم مذهب، یعنی درد مذهب دارن، فکر میکنن که از این نظر کمبود دارن. و خیلی امروزین و متمدن شدن، یعنی میخوان پا به پا بشن با دنیای متمدن امروز، با تمام جهان هم رابطه داشته باشن. میخوام ببینم هیچ برنامه ریزی کردی در این زمینه؟ ببینید، در این باب رهبری یا رهبریت، حالا هر چی اسمشو بگذاریم، من اعتقاد دارم با شناختی که از جهان و مسیر تکاملی جوامعی که سرانجام به آزادی کامل، به خودگردانی و خوداداری و مشارکت کامل سیاسی رسیدن، مطلقا نمیتونم این مسئله رو نادیده بگیرم که اساس کار برای ثبات دراز مدت یک جامعه در بعد و ابعاد حکومتی و سیاسیش بایستی بر اساس سیستم محوری باشه، نه فردگرایی. چون فردگرایی حتی اگه در زمانهایی در تاریخ شخصیت‌ها یا رهبران کاریزماتیکی رو داشته، تا ابد اونطور نمونده. اگه بخواد دوباره تبدیل بشه به یه نوع بت‌سازی، باز محتاج بت‌شکن خواهیم بود، هر چقدر هم انگیزه ها سالم بخواد باشه. ضمانت در نهایت سیستم محوری است، ضمانت در نهایت حکومت قانون هست، ضمانت در این هستش هیچ فردی، هیچ کسی در اون جامعه یا هیچ گروهی یا هیچ جریانی برتری بر دیگری نداره. این ضمانت در اجراش که شهروندان این یک مملکت وقتی که بر اساس یک قانون اساسی نه تنها وظایف فردی و مدنی خودشون رو در نظر میگیرن، بلکه در یک مشارکت کامل سیاسی، وقتی که تمام ابزار مراقبت که انحرافی از این هدف و
دموکراسی پیش نیاد، یعنی فرای ساختارهای حکومتی، فرای یک نظامی که درش جدایی کامل قوه فرض بفرمایید مقننه یا قضایی یا مجریه هستش، یعنی جامعه مدنی، یعنی سندیکاهای کارگری، یعنی مطبوعات آزاد، یعنی درگیر شدن سازمانهای غیر سیاسی اما مدنی که مراقب این هستند که در همه جا نه فرض بفرمایید تمرکز قدرت پیش بیاد یا افراد بتونن شاکی باشن و رسیدگی بشه در هر کسی که مسئولیت هایی دارن که فراتر از حیطه مسئولیتشون اقدام بکنن برای آسیب جلوگیری از آسیب پذیری. تمام این درس ها رو همگی ما بایستی از تاریخ نه تنها کشور خودمون بلکه از تجربیات جهانی استفاده بکنیم. بنابراین با وجود اینکه منکر این نیستم، هیچ کدوم ما نیستیم، که مسئله هدایت و رهبری مهم هست، اما به هیچ عنوان اعتقاد ندارم چه حال چه در آینده که باسی متکی به فقط یک فرد یا یک رهبر باشیم. این غلطه. ما امروز یک فرصت استثنایی داریم در تاریخ مملکتمون که اگر این وطن رو دوباره بخوایم بسازیم، این بار پایه‌هاش درست ریخته بشه. انقلاب مشروطیت بسیار قدم مهمی بود در جهت مطالبات حقوقی اساسی و سیاسی و مدنی مردم 100 سال پیش، ولی هرگز به انتهاش نرسید. ما امروز نسلی رو میبینیم که تمام این تجربیات رو مطالعه کرده، تحقیق کرده، مفهوم سکولاریزم و اهمیت جدایی از دین از دولت رو فهمیده، آینده ای رو میخواد که تمام شهروندان ایران از هر خطه ای از ایران که باشن، از هر مذهب یا دین یا باور سیاسی یا معرف هر تیره ای که باشن، بایستی احساس برابری کامل در مقابل قانون بکنن. مملکتی که 50%ش امروز شهروند درجه دو هستش تحت لوای نظام، آینده سازان مملکت، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، همه این چیزا، همه چیز بستگی به این پیدا میکنه که کسانی که مسئولیت هدایت و رهبری دارن نقش سازنده و مفید خودشون رو اجرا بکنن. من به سهم خود یه میزان مسئولیت های مشخصی رو دارم، دیگران همینطور مسئولیت های خودشون دارن. در اصل تقسیم کار و مسئولیت هستش. کلیت این مجموعه هدایت چیزیست که جامعه باید مطالبه بکنه، اما نه اینکه همه چیز رو فقط محدود به یک فرد یا یک رأس ببینم، چون در دراز مدت باز دوباره دوچار یک گرفتاری هایی خواهیم بود. خب این اشاراتی که فرمودید، از بیر از دید عملی به قضیه نگاه کنیم، فکر میکنم که وقتش فرا رسیده شما یه ستاد ایجاد بکنید که دست کم بتونید با این مجموعه عواملی که خودتون اشاره کردید در ارتباط باشه، چتری باشه که همه بتونن زیرش جمع بشن، در ضمن این بتونه ارتباطات بین‌المللی رو شکل بده بین هموطنانتون در درون کشور، بازماندگان قربانیان این خیزش اخیر که تعدادشون هم کم اندک نیست، و اگر این جنبش کماکان ادامه پیدا کرد که قطعا خواهد کرد، چون به نظر من از همین یک میشه محصول و میبه و نتیجهش رو دید. این جنبش سر باز ایستادن نداره، نشون میده که ایران عملا واردی که عصر جدید شده، منحصر به ایران هم نیست، و احتمالا اون چی که در مملکت ما رخ داده در بقیه خاورمیانه رو هم تحت تاثیر قرار خواهد. امروز خانم های سعودی در استادیوم ها بودن، خیلی اتفاق مهمی است. خیلی زوده بگیم که ما وارد عصر روشنایی شدیم در خاورمیانه، ولی فانوس های اینجا اونجا داره روشن میشه، و اتفاقی در این افتاد، خیزش و جنبشی که در مملکت ما رخ داد، مثلا ترکیه رو نگران کرده، کشورهای همجوار رو نگران کرده، چون مطمئنن که این اندیشه ها و افکار مدرن و امروزی به کشور اونها هم سرایت میکنه. شاهزاده عزیز، فکر نمی کنید وقتی که شما یک ستاد دست کم ایجاد بکنید؟ ببینید، من در ارتباط مداوم تمام این سالها با کنشگران سیاسی، رهبران فکری جریانات مختلف سیاسی، فعالین سیاسی و مدنی چه در داخل چه در خارج از کشور بودم. طبیعی است که وقتی که امروز چنین شرایطی باهاش مواجه هستیم، انگیزه ای که اکنون این فضایی که رژیم ایجاد کرده و خلایی که پشت سرش میاد مسلما نیازمند یک نیروی جایگزین هستش.
طبیعتاً نقش کلیدی که امروز جریانات سیاسی کشور در یک بستر مشترک و یک خواست مشترک رسیدن به یک حکومت مردمی که نهایتاً یک حکومت برآورده از مردم در قالب فکر میکنم مدلش که کاملاً مشخصه به مفهومی که در اصل صحبت از یک نظام پارلمانی سکولار میکنیم که حالا بحث این که فرم نهاییش چی بشه اون وظیفه مجلس مؤسسان هستش که در زمان خودش به این مسئله بپردازه و همینطور تدوین قانون اساسی آینده کشور و تمام بحث‌های پیرامون اون. ولی در این مجموعه پلورالیستی که نیروهای سکولار دموکرات مملکت از چپ تا راستش از جمهوری خواهش تا طرفداران پادشاهی پارلمانی در این مسئله همگن و همفکر هستند در اکثریت و طبیعتاً فراتر از این باور مشترک یک مکانیزم هدایتی هماهنگی برای پیشبینی پس از فروپاشی نظام در ارتباط با تشکیل یک دولت انتقالی و موقت برای ایجاد اون فضایی که انتخابات بشه در مملکت در تشکیل مجلس و یا هر کار دیگر و اداره امور مملکت در اون فاصله غیر موقت رو تمام این مسائل داره صحبت میشه کار میشه و مطمئن باشید که این مسئله است که بسیار جدی گرفته شده برای فراهم شدن یک شرایط ملموس تشکیلاتی و هدایتی که دقیقاً روی مسائل دوستانی که در این کار اشتغال دارن و باهاشون همکاری مستقیم و نزدیک دارن دقیقاً روی مسائل هم داریم کار میکنیم. مسئله کلیدی هم منتها اینجاست که ادامه این فرایند، ادامه این مواقعت، ادامه این مبارزه مطمئناً چیز یک امر کلیدی است. نبایستی هراسی از ترفندهای رژیم و سرکوب رژیم، نبایستی تو این دام افتاد که رژیم بار دیگر ترفندهایی رو استفاده خواهد کرد برای منحرف کردن جامعه از سقوط حتمیش و بار دیگه بخواد یه سری خندقهایی رو ایجاد بکنه که جلوگیر این فروپاشی کامل بشه. بایستی به شکل واضح و مشخص بدانیم که مردم ایران پایان حکومت رو میخوان ولی باز کاملا در مسیر جایگزینیش اقدامات مؤثری رو دقیقاً این جریانات انجام بدن که مطمئناً روش داره در حال حاضر کم میشه. مسئله جامعه مدنی کشور که نقشش رو بسیار خوب تا به حال ایفا کرده، هیچ کدوم از این حرکات تصادفی و بدون برنامه‌ریزی نبوده، قطعاً رهبران این حرکت‌ها کارشون رو دارن خوب پیش میبرن و نهایتاً بخش سیاسی و فکری جامعه ماست که امروز بایستی بیان و روی مسئله بیشتر سهه بذارن و یه حمایت فراگیرتر داشته باشیم تا بتونیم به شکل قطعی به این نظام اگر آخرین امیدی به خودشون دارن اون رو ما ازشون بگیریم و به جاش فرایند این تغییر رو هرچه زودتر فراهم بکنیم تا هزینه این تغییر به حداقل برسه برای همیهنانم. همیهنانم، با شاهسازی رضا پهلوی عزیز هستیم. در ایران تا اونجایی که ما خبر داریم شکاف افتاده در سپاه پاسداران، حتی در نیروی انتظامی که دیدیم در پاره ای از موارد وقتی همکاران خودشون رو میدن که با مردم دارن شدت عمل به خرج میدن یا خشونت اعمال میکنن، اونا وارد میشدن و گوشمالی میدادن همکاران خودشون. خبرها خیلی درخشان و خوبه. شاهزاده رضا پهلوی یک واژه‌ای رو خیلی از پاسدارها یاد گرفتن در ارتباط با خارج، من با یکی از اونها در تماس بودم، آمنستی. اینا عفو میخوان، عفو عمومی میخوان. 100% این مسئله حیاتی است. من سال هاست که روی مسئله به شکل اخص صحه گذاشتم که فرای مسئله مبارزه و متد مبارزه بر مبنای نافرمانی مدنی بدور از خشونت دقیقا به خاطر این بود که ما خشونت رو وسیله قرار نمیدیم. فلسفه ما فلسفه همزیستی است، فلسفه صلح و آرامش هست، نه انتقام جویی، نه حساب پس گرفتن. و همیهنان ما هوشیار باشید، هستن عواملی یا به دست خود نظام یا یه سری بدخواهانی که این وسط میخوان قضیه رو منحرف بکنن. از یک سو نظام برای که در مردم هراس ایجاد بکنه اعلام خطر میکنه که اگه ما بریم ایران سوریه خواهد شد یا اگه ما بریم با ایران جنگ خواهد شد یا از این حرفا. اینا هستن که سوریه رو سوریه کردن، اینها هستن که زمینه خطر رو ایجاد کردن. ما دنبال صلح هستیم در منطقه، نه جدل. ما دنبال همزیستی منطقه هستیم با همسایگانمون، نه دخالت در امور داخلیشون. ما میخوایم سرمایه مملکت
هزینه بازسازی کشور بشه، هزینه بیمارستان و مسائل بهداشتی بشه. سرمایه‌ای که باستی برای مردم ایران، برای کسانی که سالها کوشش کردن بازنشسته میشن، برای اونا باشه، نه که خرج حزب الله در لبنان بشه یا مسائل از این قبیل. و اما نقش نیروهای انتظامی، از من شنیدید بارها گفتم، باز تکرار میکنم، مسلم ما بایستی بر مبنای عفو عمومی و آشتی ملی پیش بریم. معنیش یعنی چی؟ معنیش یعنی این که من نمیتونم باور بکنم که همون پاسداری که با همون تفنگی که زمان جنگ ایران و عراق از جون خودش و همسنگراش و مردم ایران در دفاع از خاک وطن استفاده میکرد، همون تفنگ رو که امروز آقای خامنه‌ای و امثال هم ازش میخوان که در سرکوب مردم مصرف بکنه، این کار رو خواهد کرد. ولی حق داره بپرسه تکلیف من در بعد از رژیم چی خواهد بود؟ آیا مواجه خواهم بود با انتقام این ملت؟ آیا فکری به حال ما شده که در فردا این حکومت من جایی تو اون جامعه خواهم داشت؟ آیا شغلی، کاری خواهم داشت؟ آیا و تمام این چیزا مسلما فکر شده؟ ما در زمان قبل از انقلاب یادمون هست افراد یونیفرم به تن در فرم‌های مختلفی تو مملکت خدمت می‌کردن. ارتش کار خودشو می‌کرد، ژاندارمری کار خودشو می‌کرد، شهربانی کار خودشو می‌کرد. خیلی کشورها هستن که نیروهای رزرو مثل گارد ملی دارن مثلا، ولی ما سپاه بهداشت داشتیم، سپاه دانش داشتیم، سپاه ترویج داشتیم. تمام این ابزار که در گذشته کار فراهم میکرد و در واقع سازنده بود، در آینده میشه در نظر گرفت. حالا دقیقا چی؟ خب مسلما روی این برنامه ریزی خواهد شد. منظور چیه؟ منظور این استش که هیچ کدوم از این افراد که به دستور این حکومت تا به حال گیر کرده بودن توی حکومت و راه باز برای خروج از این حکومت، برای وحش شدن و مدافع مردم شدن در این تغییر، چون دیگه باورمند نیستن به این، یک قشر خیلی کوچکی از سران سپاه هستن که توی این مافیای حکومتی و این فساد مالی درگیر هستن. بقیهشون چی؟ بدن اصلیشون با مردم هستن. بعضیشون باید شغل ثانوی داشته باشن، درآمد کافی ندارن. خب معلومه که ما به فکرشون هستیم. اینها باید بیان و زمدن در بازسازی کشور وظیفه خودشون رو انجام بدن. ما همه رو باید در بر بگیریم. این شعار نیست، این یک باور قطعی لااقل من هست و مطمئنم که در این باور تنها نیستم. مردم بدانید اگر کسانی یا جریاناتی هستند که تحریک میکنن به کار خشونت آمیز یا خودشون رو به عنوان معرفین تغییر هستن، لااقل بدونید که اینا به هیچ عنوان معرف و سخنگوی نه تنها افکار من بلکه بسیاری از کسانی که مثل من فکر میکنن نیستن و این وسط دارن به قول معروف فضا رو آلوده میکنن و جعلسازی های کاملا غلطی رو میکنن. بدانید که من و خیلی ها که به عنوان نیروهایی که برای آزادی کشور تلاش میکنیم، دعوت ما به همکاری است، دعوت ما به مشارکت هست، دعوت ما به یک آینده بنگریم که تمام این مسائل رو باید در بر بگیره. و نقش امروز نیروهای مسلح، من جمله سپاهیان، من جمله بسیجی ها و تمام کسانی که دغدغه واقعی مملکت رو دارن، این هستش که ملت ایران بی پناه و بی دفاع و غیر مسلح رو تنها نگذارید. شما امروز به سنگر مردم بیایید، این نظام محکوم به فروپاشی است، خودشون هم خوب میدونن، فقط تو تله خشونت و انتقام نیفتید. این به هیچ عنوان کمکی به آزادی کشور نه تنها نخواهد کرد، بلکه هرگز در تاریخ بشریت من ندیدم که تغییر نظام هایی که بر مبنای خشونت و انتقام باشه به یه نتیجه دموکراتیک برسه. اینو کاملا تاریخ ثابت کرد. کاملا. شازده رضا پهلوی، به نظر میرسه که ما عملا وارد یه دوره جدیدی شده. اولا خیلی ممنونیم از هموطنانم که کاری کردن که ما سرمون اینجا در بیرون از مرزهای ایران بالا بگیریم. امروز از ایرانی ها به عنوان مردمان متحور یاد میکنن، مردمان آزادی خواه. در همه دنیا مردمان آزادی خواه احترام برانگیزن، برای اونها حرمت قائل میشن و مردمی که موفق شدن استراتژی ایالات متحده آمریکا رو تغییر بدن. روز نخست سال آقای کیم یونگ اون رهبر کره شمالی
آمریکا رو تهدید به جنگ اتمی کرد. اما وقتی تظاهرات در ایران ادامه پیدا کرد، مطمئن شد داره متحدش رو از دست میده. متحدش دیگه نقطه قوت‌های پیشین رو نداره. تصمیمش عوض شد، با کره جنوبی وارد مذاکره شد. ما داریم پیام‌های دوستانه می‌گیریم از سوی اپوزیسیون سوریه که تا دیروز دشمن ملت ما بوده. تصور می‌کرد این مردم ما هستند که اون مملکت رو به سمت انهدام سوق دادن، یا سکولارهای شیعه عراقی که مطمئنن در دور بعدی در انتخابات عراق موفق و پیروز میشن. اینا تأثیراتی است که امروز نسل جوان ایران بر دنیا گذاشته. و بعد شاهزاده عزیز، این جوانهایی که موفق شدن، یعنی خبرنگاران گمنامی که با فیلمهایی که فرستادن، چیز حدود 200 حلقه فیلم فرستادن، اینا تمام لحظات تاریخی این خیزش و جنبش رو ثبت کردن، به دنیا فرستادن و تبدیل شدن به خبر اول در رسانه‌های کلانی که گاهی اونها تو ساعت‌های اول، حتی روزهای اول انکار میکردن جنبش ما رو. میخوام نظرتون رو بپرسم راجع به این روحیه و روانی که مردم ما در ایران پیدا کردن امروز روز. ببینید، راز موفقیت این هستش که به هیچ چیزی به غیر از خودمون اتکا نکنیم. من یه پیام بسیار مشخصی به جهانیان، به خصوص کشورهای آزاد و دموکراتیک و رهبرانشون دادم، خیلی مشخص، که شما نیز بایستی تکلیفتون رو با مردم ایران یک بار برای همیشه مشخص بکنید. ما کار خودمون رو خواهیم کرد، چه با کمک شما چه بدون کمک شما، ولی روزی خواهد رسید که در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که در این مدت و در این زمان کدام بودن که فقط دنبال به قول معروف تجارت و معامله های اقتصادی خودشون بودن علی رغم شرایط وخیم کشورمون، و کدوم ها اومدن و مسئله وجدانی و اخلاقی و یک وظیفه انسانی خودشون رو مهمتر از منافع اقتصادی بیان کردن. چرا؟ برای اینکه یک آینده ایست که به نفع طرفین خواهد بود. اگر یک ایرانی داشته باشیم که قبل از هر چیز یک حکومت واقعی و دلسوز مردم داشته باشه، که به خاطر منافع ملی خودمون سازگاری داشته باشه در روابط حسنه، نه تنها با همسایگانمون بلکه با بقیه جهان، اینو داره شک نکنیم. اون دیگه حساب کتاب خودشونه. ما میدونیم به کجا میخوایم بریم، ما میدونیم با چه فلسفه‌ای میتونیم کشورمون رو بازسازی بکنیم. ما یک کشوری رو در نظر داریم که با این وضعیت بیکاری، با این وضعیت فقر، با این وضعیت که جوونا که این همه زحمت میکشن، به هزار زور و زحمت یک مدرک تحصیلی میگیرن، شغل ندارن، کار ندارن، نمیدونن چه آینده رو دارن، بدانن که یه حکومت سالم، یه حکومت مسئول زمینه رو برای که کشورمون رو از نظر اقتصادی در یک مدت نسبتاً کوتاهی بتوانیم خیلی سریع برگردونیم رو غلطک ترقی و پیشرفت فراهم بکنن. کشور ما لازم نیست من بهتون بگم داد میزنه برای سرمایه گذاری، متأ تحت چه شرایطی. کاملا. مملکت ما کشوری است که در آینده میتونیم از هر لحاظ خیلی سریع اشتغال ایجاد بکنیم. همین جنگ سنی شیعه ای که این حکومت به اصطلاح اسلامی راه انداخته، فکر کنین اولین سرمایه‌گذاران تو کشور ما کیا خواهند بود؟ همین کشورهای همسایه خواهند بود. ما اگه بخوایم فردا بحران آب رو که در مملکت ما یکی از مهمترین مشکلات هست از نظر تخصصی راهکارهای پیدا کنیم، بهترین متخصصین جهان الان اسرائیلی هستند، ولی این حکومت میخواد اون کشور رو از صحنه جهانی محو بکنه، در صورتی که ما نیازمند این تکنولوژی خواهیم بود. ببینیم به کجا دارم میرم. مردم ایران هوشیار هستن، مردم ایران اینا رو درک میکنن. البته که حکومت کار به اینا داره، خودشون هم میدونن، ولی به نفعشون نیست، چون دنبال مصلحت نظام هستن نه منافع مردم. تمام این راهکارها هست. تمام این ایرانیانی که متاسفانه از اون روزی که خمینی گفت اقتصاد مال خره است، یعنی در واقع اصلا متخصصین این وسط حرفی ندارن برای زدن، در مملکت داریم، در خارج داریم، نصفشون دارن دنیا رو میچرخونن. همین افراد بیشترین واسطه هایی هستن برای آوردن هر چیزی که مملکت ما نیازمندش خواهد بود در بازسازی کشورمون، از نظر تکنولوژی، از نظر مسائل بهداشتی، تخصص اقتصادی، تمام این مسائل هستن و آماده به خدمت.
کمبودی از نظر نیروی انسانی در تمام رده‌ها نداریم و بنابراین من کوچکترین نگرانی از این لحاظ ندارم. آنچه که منتها کلیدی است در این شرایط اتحاد، همبستگی، همسویی است در این هدف مقدس که همگی داریم. کشور ما بیشتر از این طاقت خسارت پرداختن نداره. امروز با ماست که این تاریخ رو برق بزنیم، با دنیاست که اگه عقلش برسه فرقش رو ببینه. اما ما فقط و فقط میتونیم متکی به اراده خودمون باشیم و همیهنان هم این رو ثابت کردن. وظیفه من در این مرحله سوای هماهنگی ایجاد کردن از نظر هدایت این مبارزه تا سرحد موفقیتش از یک سو و همکاری با تمام فعالین سیاسی و کنشگران مدنی و همچنان نقش ویژه‌ای که امروز ایرانیان برون مرز در حمایت از این برنامه میتونن داشته باشن و از نظر رساندن صدای هممیهنانمون به جهانیان که جای خود دارد و نهایتاً صحبت‌ها و تذکرها و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای عملی که دولت مردان کشورهای مختلف و نهادهای قانونگذارشون میتونن داشته باشن در کمک واقعی دادن به این حرکت و پشتیبانی از مردم ایران کارهایی است که در این مرحله داره انجام میشه برای اینکه ما بتونیم این مبارزه رو به سرحد نهاییش برسونیم و وارد اون فاز انتقالی بشیم در مرحله بعدی. تمام این کارها در آن واحدی که دارم با شما صحبت میکنم در حال انجام هست. منتها همه چیز نهایتاً متکی خواهد بود به همیهنانی که در داخل مملکت در بخش‌های مختلف فعال هستند و دارن کارشون رو به خوبی انجام میدن. مهم استمرار هست، مهم باورمند بودن به این که شکی در موفقیت و پیروزی مردم ایران و نهضت امروزیمون نداشته باشیم و دنیا این رو فهمیده و این بار اون اشتباه رو نخواهد کرد. اگر هم خواهد کرد ضررش به خودشون خواهد خورد. ما کار خودمون رو همچنان ادامه خواهیم داد. کاملا درست. ما الان در فاز بحرانیم. اگر در بر همین پاشته به چرخ همیانان وارد فاز انهدام میشیم. بحران آب که شاهزاده اشاره کردن، همینطور بحران های زیست محیطی، این وضعیت اقتصادی مملکت، سقف اقتصادی مملکت روی زمینه و دیگه هم هیچ روزنه‌ای وجود نداره که اوضاع بهتر بشه. اوضاع به سمت نابودی کامل داره پیش میره. در نتیجه وظیفه ماست که در همین فاز که هستیم سریعا از این بحران بگذاریم، از بحرانی به نام نظام جمهوری اسلامی در ایران. شاهزاده رضا پهلوی، ما 300 تا 400 هزار تکنوکرات در خارج از ایران داریم، شخصیت های برجسته ای که هر کدام تخصصهایشون با استانداردهای موجود در جهان هم انطباق داره و اغلب هم در رأس کارهای مهم قرار داره. هیچ فکر نمی کنید که لازم باشه که فراخانی بدید اینها بتونن کمیته های تشکیل بدن برای بازسازی ایران، از حالا آماده باشن؟ نه قطعا. ببینید ما چندین کار مهم پارالل با فعالیت های به شکل اخص سیاسی از نظر یک برنامه ریزی این حرکت و هدایت سیاسی جریان هستش، یعنی از حالا و از همکنون طراحی دراز مدت مملکت که توی 50 سال آینده مواجه با چه مسائلی خواهیم بود. در تمام این زمینه ها متخصصین هستند یا حتی حقوقدانانی که با طرحهای مختلف فرض بفرمایید در ارتباط با قانون اساسی کشور از نظر حقوقی باز بررسی بکنن. تمام این نکات کار تخصصی است، یعنی الزاما یک کار سیاسی است، کار تخصصی و علمی است، همه این افراد هستند. منتها طبق معمول این کارها بدون امکانات و هزینه محدودتره. بسیاری از افراد شاغل هستند، درگیر هستند، شرایطی باز فراهم بشه که این افراد بتونن برای مدتی تمام تمرکزشون رو بذارن روی این برنامه ریزی ها تا بتونیم همزمان یا پارالل با هر اقدامی که الان میشه از حالا این برنامه ریزی ها بشه که اون روزی که بالاخره ما وارد اون فاز نرمالیزاسیون یا به اصطلاح عادی شدن شرایط، یعنی بعد از اون روزی که در یک رفراندوم نهایی که مردم ایران پیشنهادی که اون مجلس مؤسسان خواهد داد در تعیین و انتخاب و تصویب اون قانون و حکومت آینده مملکت، که همینطور که همگی میدونیم انتخابات اولین مجلس ملی اون کشور در نظام دموکراسی نوینش خواهد بود و طبیعتاً رقابت‌های حزبی در انتخاباتی که
حکومت یعنی دولت بعدی رو تشکیل خواهد داد، میرسیم به مرحله خب اجرای کار. تمام این برنامه ها، تمام این پروژه ها پیشنهاداتی خواهد بود برای تصمیم گیرندگان و مسئولین سیاسی آینده کشور که این برنامه ها رو در بتونن استفاده کنن و آنن قابل اجرا. منتظر اون زمان نمیشیم، از هم اکنون باید روش کار بشه. بعضی رو بعضی از این کارا کار کردن، ولی قطعا در جواب سوالتون این بدیهی است. منتها خب امکانات بسیار زیادی لازم هست از نظر که از تمام نیروها به شکل بهترین بچی بتونیم استفاده بکنیم برای طراحی و این برنامه ریزی که از هم اکنون میشه روش کار کرد. طبعا برگردیم به مردم خودمون در ایران. شاهزاده رضا پهلوی، فرانسوی‌ها خیلی مدت‌های طولانی تصمیم گرفتن که انقلاب خودشون رو نقل بکنن، به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی، به نتایج دهشتناکی رسیدن. در یه جاهای ناچار شدن که بخش‌هایی از انقلاب خودشون رو نکوهش کنن. در ایران خوشبختانه زمان زیادی نگذشت، یعنی بعد از 30 سال مردمانی در خیابان‌ها بودن که هم تاریخ رو نقد کردن، هم با صدای بلند اعلام پشیمانی کردن و بعد عذرخواهی کردن. این به نظر من پدیده است، یه فنومنه خیلی قابل اتکا و ما به عنوان ایرانی باید مباهی باشیم که نسلی به چنین درجه از آگاهی رسیده. خب وقتی صدایی کلیدواژه ها رو شنیدید، چه احساسی بهتون دست داد؟ من تو یک برداشت خیلی خلاصه اما پرمفهوم فقط اینو میتونم بهتون بگم که آن کسی که باعث و بانی این حکومت در کشورمون شد، همون کسی که پاش رسید به فرودگاه مهرآباد ازش پرسیدن احساس چیه بعد از 15 سال بازگشت به وطن، گفت هیچ. اون زمان به ملت ایران گفتش که اگر پدران ما برای ما تصمیماتی گرفتن، دلیلی بر این نمیشه که ما امروز خواسته اونها رو برگزار بکنیم. امروز پس از گذشت 4 دهه، جوانایی که تو اون زمان اصلا به دنیا نیامده بودن همون حرف رو به اون حکومت تحویل میدن که ما چه گناهی کردیم که سزاوار این وضعیت باشیم، تصمیم ما نبوده. آقای خمینی و طرفدارانش، ملت ایران دیگه این حکومت رو نمیخواد. این نسل میگه آینده رو به تصمیم خودم میخوام، چیزی رو دیگه نمیخوام به ارث ببرم، اون تصمیم من هست. تنها حرف من هم بنابراین این هست که نه تنها این نسل، بلی یک بار برای همیشه در تداوم تاریخی، فرهنگی و هویت ایرانی ما تصمیم در آنچه که به سر داد تنها و فقط به دست همیهنانمون باشه و همیشه حکومت قانون و صندوق رأی تعیین کننده خواسته ها و انتظارات جامعه ما باشیم. بنابراین به هر شعار یا به هر زبانی آنچه رو که میگوین، در اصل میخوام بگم که ما میخواهیم ترنوشت خودمون رو به دست خودمون رقم بزنیم. این نشانه تجربه، مطالعه، تحقیق و از همه مهمتر بلوغ و آگاهی سیاسی خیلی بیشتر از هر زمانی است. و واقعا آفرین بر این نسل که این رو امروز نه تنها نشان میدهید، ولی دارید بابتش جان خودتون رو فدا می‌کنید. ایران بنابراین میتونه امیدوار باشه. چرا؟ چون امروز این نسل یه نسل سرنوشت‌ساز است. نسلی خواهد بود که برای بار اول در تاریخ کشورمون، و من افتخار میکنم که شاهد صحنه ای خواهم بود از یک نسلی که میگه ما برای بار اول اومدیم و کشورمون و آیندهش رو تعیین کردیم. نه چیزی رو به ارث بردیم، نه چیزی به ما دیکته شده، بلکه ما تصمیم گرفتیم این آینده رو. مسئولشم و عواقبش خودمون هستیم. زیبایی کار در اینجاست. شعارهایی شنیدیم که به نظر تناقضانه میز میاد، ولی نشانه رشدی در جامعه ما و نشانه نوع هارمونی فکریست که در
کل جامعه پدید آمد. رضا پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی، رضا شاه روحت شاد، جمهوری ایرانی. اینا چی به شما میگن؟ شاهزاده شما که در پی سلطنت نیستید، براتون فرقی نمیکنه. سلطنت بارها اینو گفتید، سلطنت یا نوع نظام اصلا براتون مهم نیست. اون چی اصلا مهم؟ هیچ وقت نبوده. این یک تصمیمی است که باعث جامعه برای خودش بگیر از اینکه نهایتا کدوم شکل نظام براش مفیدتر هستش. من شخصا همیشه این باور رو داشتم که یک نهاد تا زمانی که جامعه میتونه یک بعد مصرفی رو براش ببینه که کمک بکنه به پیشبرد این اهداف و خواسته های اجتماعی سیاسی مملکت، بسیار ما ممکنه فردا دیگه محتاجش نباشم. بنابراین بنده به هیچ عنوان هیچ نوع تأکید یا اصرار بر هیچ نوع ساختار خاصی نیستم. بر من همیشه محتوا مهم بوده. شما سال هاست که حرفای منو میشنوید جامعه بودی و بینندگانتون و همیانانمون. حرف من از 38 سال پیش تغییر پیدا نکرده در این باب. بنابراین برای من مسئله حکومت مردمی است، حکومت ملی است، حکومت دموکراتیک هستش، حکومتی که حکومت قانون ضامن حق تمام شهروندان هستش و این را همگی ما بایستی به عنوان یک وظیفه و رسالت شهروندی خودمون بهش باور داشته باشیم که به نظر من داریم از هر زمانی، شاید بیشتر در طول تاریخ کشورمون. مهم این هست که در شرایط کنونی زمینه‌های بروز سیاسی رو هم پیش بینی بکنیم. یعنی اینطور بگم، فقط نباید جامعه به این اکتفا بکنه که خب حالا این حکومت میره، فردا یک نظام جدیدی تشکیل میشه، باز دوباره بشیم عقب و بگیم خب مسئولین مسئول کارشون هم هستن، ما هم فقط دنبال کار خودمون هستیم. نه، حفظ نظام دموکراتیک یک مراقبت دائمی جامعه رو و یک احساس مسئولیت دائمی جامعه رو بخواد. ما نمیتونیم باز دوباره بیافتیم تو فرهنگ پاسیویته و متکی بودن به رهبران. این باز دوباره کافی نخواهد بود. شما ببینید در چهار گوشه جهان دموکراتیک همیشه همه چیز مراقبن، از رسانه ها بگیرید. برای چی؟ برای که حفظ این تداوم باشه، این مسئولیت جمعی رو میخواد. منتها این بلوغ و این آگاهی سیاسی است که نشون میده که جامعه آیا پذیرای این هست یا نه. من اعتقاد دارم که امروز جامعه ایران از هر زمانی در طول تاریخش بیشتر این آشنایی و این آگاهی و این بلوغ رو نشون میده و این رو باستی به صورت ابدی و دائمی از این به بعد و نسلهای بعدی مراقب باشیم. از این لحاظ من امیدوار هستم به آینده کشورم، امیدوار هستم به اینکه هستن کسانی که این مسئولیت رو درک کردن و پذیرفتن و انجام میدن و به شکل متداوم نسل بعد از نسل باستی این حس مسئولیت و آگاهی رو انتقال بدیم. و اینجاست که به نظر من کسانی که اولین وظیفه تربیت، آگاهی دادن و آموزش دادن رو داشته باشن، نقش اساسی رو ایفا بکنن. خارج از محیط خانواده و مسئولیت پدر و مادر، روی سخنم به معلمین، به دانشگاهیان، به اساتید و کسانی که فرزندان و نسل‌های آینده رو تربیت می‌کنن هستش. این تنها کافی نیست که ما اکتفا به قانون بکنیم. باید قانونمند بودن و مسئولیت پذیرایی رو یاد بگیریم. سوال کلیدی هستش که چه کاری میتونیم بکنیم که این حمایت رو عملی بکنیم. و یه سری خب پیشنهاداتی در این مدت به بخش قانونگذاری این کشور دادم. مثلا فرض بفرمایید یه نمونهش بررسی مجدد این تحریم ویزا یا جابجا شدن همیهنانمون در رفت آمدشون به این کشور، که در واقع بیان و خوبا رو بذارن رد بشن، جلوی بدا رو بگیرن. این محتاج یک بازنگری رو سیاست هستش. یا در ارتباط با تحریم‌های اقتصادی کجا رو نشونه بگیرید که بیشتر به نظام فشار بیاد و نه الزاماً به مردم. یه سری بازبینی‌هایی که از نظر فرض کنید تکنولوژی و ارتباطات که یکی از نیازمندی‌های بسیار واضح و کنونی هستش، از نظر ارتباطی، از نظر وصل شدن همیهنان برای به اصطلاح پخش و دسترسی آزاد به اطلاعات و اینجور مسائل، اینا کارهایی است که میتونن پیگیرش باشن و خیلی مسائل دیگر. حالا من وارد تمام جزئیات نمیشم، ولی اینجاست که میتونن
به شکل واضح و بهشون میگم اگه نیتتون این هستش که به مردم ایران این پیامو برسونید که ما حساب شما را از این حکومت جدا کردیم، فراتر از سخن و فراتر از یه سری فرض بکنید قطعنامه ها که خیلی هم ممنون هستیم از این بابت، ولی میتونید یه سری اقدامات عملی رو هم در نظر بگیرید و اینو پیشنهادات رو قطعا منتقل من به سهم خودم کردم و سایر فعالین این کارم دارن میکنن و خوشبختانه میبینم که این بار این قضیه رو بسیار جدی میگیرن. یکی از نکات کلیدی این هست و این نکته ای که به خصوص نمیدونم دیروز بود یا پریروز که جلساتی داشتم با کنگره امریکا این بود که و این نظر رو بهشون دادم که حالا راجع به مسئله این قرارداد هسته‌ای که صحبتش هست فراموش نکنید که الزاماً همه چیز نبایستی از دید بازنگری تحریم‌ها یا ازدیادشون فقط مربوط یا محدود باشه به این قرارداد. مسئله نقض حقوق بشر در ایران به اندازه کافی زمینه ساز هست برای تحریم‌های جدی در عدم رعایت این مسئله. من ازشون خواستم که رسماً از حکومت جمهوری اسلامی بخواهند که آزادی آنی زندانیانی که در این جریان شدن، رسیدگی به وضع کسانی که به اصطلاح در زندان خودکشی کردن، این چیز نیست که به سادگی ازش بتونیم رد بشیم و اینجور نمونه مسئله که دائم باشون صحبت میکنیم. خلاصه مطلب خوشبختانه لاغر تا جایی که در آمریکا این رو میبینم بسیار وضع با قبل تغییر کرده. اروپا هنوز معلوم نیست، من فکر کنم یه مقدار ضعف در تصمیم گیری فعلا هست، ولی هر چقدر خواسته مردم ایران به وضوح و مشخص‌تر نشانگر این باشه که دیگه زیر بار این رژیم نمیرن، فکر میکنم این اثرگذار نیست در تصمیم گیری های سیاسی و سیاست خارجی دولت های اروپایی هم خواهد داشت. یکی از آیت الله های بزرگ که از او به عنوان جانشین احتمالی آیت الله خمینی یاد میشد میاد به آلمان برای معالجه مداوا تومور مغزی داره، بعد ناچار میشن نیمه شب او را از بیمارستان بیرون بیارن، روی ویلچر ببرنش به فرودگاه در یک اتاق، ساعت 2 بعد از ظهر رو فراری دادن روز گذشته از فرودگاه هامبورگ. این یعنی آغاز یک پایانه دیگه نیست شاهزاده؟ یعنی درهای دنیا دیگه به روی مقامات جمهوری اسلامی و دست کم روحانیت دیگه برای همیشه بسته میشه. بالاخره لحظه فرار رو برقرار ترجیح دادن برای سران این حکومت فراهم خواهد شد. برای همینه میگم به بدنه سپاه و بسیج که اونا به فکر شما زمان در رفتنشون نخواهند بود، شما میمونن و مردم شما میمونن. امروز مشخص بکنید اونا فکر فرارشون خواهند بود، به فکر شما دیگر نخواهند بود. با کی میخواییم باشیم؟ با مردمی که پشتشون وای میستیم یا با اینا که از شما میخواین همچنان حکومت فاسدشون رو برقرار نگه دادیم؟ برگردیم به چهاردیواری خانه شما، روز چند دقیقه وقت داریم. حضور دختر خانم ها در روز نخست تقریبا خیلی کم رنگ بود در سطح کشور، بکنید در چیزی حدود 50 بچه 60 70 80 تا 101 شهر، 101 شهر کشور رو در بر گرفت. از روز دوم به بعد دختر خانم ها در بسیاری از نقاط کشور نقش هدایت کننده جنبش رو به عهده داشتن. میخوام ببینم که دختر خانم های شما در منزل چی میگفتن وقتی این دخترها رو میدیدن در نهایت شهامت، اونم زیر تیغ یک دیکتاتوری هولناک و دهشت انگیز. خب مسلم دنبال میکنن. دختر ارشدم نور توی یکی از پستای اینستاگرامش یه عکس گذاشت از اون دختری که با حالت به فرم نمیدونم تکواندو یا چیزی بود داشت لگد میزد به یکی از این ماموران ضد شورش. یعنی چی؟ یعنی میبینه و حس میکنه و همصدا هستش با یه کسی که مثل خودش هستش، در همون سن شاید باشه، ولی ببینید با چه شهامت و چه شجاعتی داره در داخل مملکت مبارزه خودش رو میکنه. مسلمت تاثیرگذار بوده، عکس العمل هم میبینیم دیگه ده. حالا چه در خانواده خودم چه در خانواده بسیار از ایرانیان که لذت میبرن از این شهامت که زنان ایران از روز اول نشون دادن. یادمون نره مسئله فقط امروز نیست، اولین کسانی که در مقابل این نظام وایستادن از نگیم 40 سال پیش بگیم 35 سال پیش همین زنان ایران بودن که امروز بیشترین بار مبارزه به دوششونه، در صورتی که بیشترین ظلم در حقش
اونها شده ابتدا به ساکن. شاهزاده رضا پهلوی عزیز، تشکر میکنم از حضور شما. امیدوارم که این گفتگو دنبال بشه، همگرانم در صورت که اقتضا بکنه و تحولات دیگه شتابناک داره جلو میره. سپاس از حضور شما. تشکر میکنم از تلویزیون پارس آقای مهندس امیر شجری، تشکر میکنم از آقای مهندس امیر شورادی که برنامه رو هدایت کردن، تشکر میکنم از سارا ایرانی عزیزم که سخت در این روزها در تلاش بوده برای پیشبرد هدف های این برنامه. جواب بودی جناب، من وسط حرفتون چه کلام آخر مهمی هست که بفرمایید و فرصت باشه به همیهنانم مطرح بکنم. بفرمایید گوش میکنیم. بسیار مهمه که دوستان بدونن که سوای آنچه که به عنوان به اصطلاح پلتفرم های رسمی خودم، حالا چه در تلگرام چه اینستاگرام و چیزهای دیگر که به اطلاع همیهنانم رسوندم، بدانن که هر چیزی که از طرف من رسمیت و یا اصالت داشته باشه فقط و فقط از طریق کانال های رسمی خودم پیگیر باشم. حواسشون باشه که هستن بازیگرانی که میخوان از این وسط سوء استفاده بکنن، حالا چه دستگاه اطلاعاتی نظام بخواد باشه و افراد نفوذی، چه کسانی که به هیچ عنوان الزاماً وصل، همراه و یا هماهنگ با من نیستن. اینو خوب دقت بکنید. دوستان همیشه تقاضا میکنن که من اونجا که ممکن هست یه سری تگ های رسمی باشه. یه سری مشکلات تکنیکی داشتیم، ولی دوستانی که میخواین بار دیگر مطمئن باشید، کانال تلگرامم رو فکر کنم اطلاع داشته باشید. در اینستاگرام به خصوص 3 صفحه مشخص دارم که مجددا تاکید میکنم که دوستان دیگه خیالتون راحت باشه که واقعا مربوط به من هست. یک کانال هست به اسم @officialrezapahlavi که صفحه رسمی من هست تو اینستاگرام. 2 صفحه هستش که خودم مدیریت میکنم که شخصی است ولی مربوط به خودم، که یکی هستش RP پورتفولیو که صفحه هنری است که عکس‌ها خودم از طبیعت رو با همیهنانم به اشتراک می‌ذارم، و یه صفحه مربوط به عکس‌های آلبوم خانوادگی به اسم RP Family Photos. اینها رو خودم مدیریت می‌کنم، به خود من هستش، دستگاه اطلاعاتی پشتش نیست، دیگرانم نیستن. اینو فقط از نظر تاکید و خواستم از این فرصت استفاده کنم که همیهنان دیگه خیالشون از این بابت مشخص و راحت باشه. چیزی که باشه مال من نیست، به منم مربوط نیست، از نظر تفکیک آنچه که رسمی هستش و اونایی که به اصطلاح پیج های دیگران یا فیک هستن به قول معروف. چه خوب شد این رو توضیح دادید، منم متوجه شدم که پاره‌ای دارن سوء استفاده میکنن. همیهنان خیلی من سوال دارم هنوز، ولی میدونم که شاهزاده باید در مصاحبه دیگری هم حضور پیدا کنه. مصاحبه بعدی با کدام نشریه است یا رسانه است؟ حالا خیلی برنامه‌ریزی شده، درست نمیدونم کدوم هستن. بین‌المللی هستن، رسانه مختلف هستن که تو همین روزایی که در پیش خواهد بود به محضی که پیش میاد، خب میدونید رو تمام پلتفرم های مجازی میگذاریم برای اینکه همه دسترسی داشته باشن. دقیقا نمیدونم برنامه چیه ولی مفصل خواهد بود. در 6 دقیقه دیگه میدونم که مصاحبه دیگری دارن. خیلی تشکر میکنم شاهزاده رضا پهلوی عزیز. سپاس از شما و درود مجدد به همیهنانمون، و واقعا به عنوان یک نکته آخر به همیهنان مبارز و با شهامت درون مملکت، واقعا دست مریضا، واقعا دست مریضا.